soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. سلام بچه ها، خوش اومدیم به پنجمین قسمت از واکتروی دیمن سولز با هدف 100% کردن و پلاتینوم تروفی کردن خود در واقع این بازی. خیلی خوش اومدین و دمتون گرم که چنل من رو انتخاب کردین واسه اینکه این واکترو رو ببینین. یادتون نره چنل من رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که جز اولین کسایی باشین که نوتیفای میشین و در جریان قرار میگیرین که ویدیو جدیدی اگر من دارم بیاین و تماشا بکنیم. امیدوارم که تا آخر این واکترو با من همراه باشین. تو اپیزود 5 قراره ورد دوم رو پروگرس کنیم، کلی کار داریم، پس با من همراه باشین ببینیم توی ورد دوم قراره چه اتفاقی بیفته. خیلی خوب، بریم سراغ ورد دوم، جایی که کلی کار داریم. قبلش من تا فراموش نکردم، از اپیزود قبلی این باقی مونده بود، ریپیر آیتم ها انجام میدم، چون ریپیر آیتم ها رو باید به صورت منیوال باید انجام بدین و مثل دارسوز دو و سه نیستش که توی بونفایر بشینید و همه چیز برگرده به حالت سابقش. خیلی حالت دارسوز یکی داره، با این تفاوت که خیلی زود تموم میشه دیورابیلیتی وپن ها. خب میام همون اول این دوستمون رو میزنم و آیتمش رو بر میدارم، میام این سمت و یه دونه دیگه آنون هیرو سول بر میدارم. بچه رو نگاه کنین، توی جایی که من هستم همین اول مسیر یه دونه بلک اسمیت وجود داره که این بلک اسمیت هم بهتون یه سری آیتم میفروشه. آیتم های این بیشتر حالت در واقع متریال های آپگرید دارن. بازم بهتون توصیه نمی کنم از اینا هیچ کدوم خرید بکنید، چون در ادامه زیاد واسهتون قرار آیتم بیفته. در نتیجه هیچ آیتمی نیاز نیست بردارید. میایم جلو و میرسم اینجا. یادتونه که اینجا قبلا یه دور اومده بودیم دیگه. وای میسم اینا تخت سنگاشون رو بل بدن و بعد بودو بودو میریم جلو. اون بالا که دیگه کار نداریم، چون دیگه کارهای مربوط به این قسمت رو انجام دادیم. خب میام این سمت. ببینیم بچه ها، بعضی از این انمی ها هستن که هیچ کاری با شما ندارن، میبینین هیچی، و دارن از توی این زمین ها دارن چیز می جمع کنن، ولی بعضیشون هستن که کلنگ دارن. اینه که کلنگ دارن با شما فایت میکنن. ببینید در جا انگیج میشه. خب من میتونم اینا رو هم بکشم، ولی دلیلی نداره، چون اگر بکشم بقیهشون هم میتونن بلندشن. ضمن اینکه نه دراف خیلی خوبی دارن، دراف تقریبا ندارن، سول خاصی هم بهتون نمیدن. حتی اینی که در راه میرم، ببینید من اصلا جام جش راه میرم، چون کاری با من بدبخت نداره. ولی یه سری هم هستن که دارن اینجا آیتم جمع میکنن و کیسه دستشونه، میبینین؟ اینه که کیسه دستشونه رو در جا بکشه، به خاطر اینکه توی این کیسه هاشون پر آیتم، که اینجا فعلا همین یه دونه است. بیان اینجا که وای میسین، الان از اینجا این کوزه ها میشکنه و چند تا سگ اینطوری میپرن بیرون. مواظب باشین فقط. و اینجا دیگه اینا هم بلند میشن، دیگه وحشی بازیشون شروع میشه. اگه خواستید دیگه میتونید اینا رو هم بکشید. میگم ولی آیتم های خاصی دراف نمی کنن، فقط بچه پر رو هست. ولی که تا اینجا اومدیم این هم بکشیم دیگه، این هم رو کشتیم، اینکه رو نکشیم. خب یه آیتم هم در واقع از همون کیسه یا که کشته بودیم اینجا افتاده بود که من برداشتم. میرسیم به این دوستمون که اگر بخواین میتونین با کمک تیرکمون بکشینش، که من شخصا الان پیشنهاد نمیدم، ولی اگر 1% خواستید میتونید تیرکمون بردارید و بهش مثلا اینطوری بایستید بوش قفل کنید و
به ضربه بهش مثلا اینطوری دمج بده. این دیگه برمیگرده به خودتون. اینجا و اوهو و اینجا بکشمش فول مون گراس میندازه. بچه اینا تو بعضی نقاط واسه تون آیتم دراپ میکنن، بخشی از لباسای خودشون واسه تون دراپ میکنن و یک لباسی دارن که اگه کامل جمعشون بکنین ست آفیشیال بهش میگن. ست آفیشیالتون جمع میشه و واسه یکی از تروفیا شایدن به دردتون میخوره بهتون توصیه میکنم که حتما این لباس رو چیزاشو جمع کنین. حتی بازی در طول روند بازی بهتون این آیتم رو میده، تیکه های مختلف این لباس رو واسه تون میده. سمت راستتون اینجا دو نفر هستن، وای میسین اینجا و اوه نه تکاشون یه حده بد نارب و این را میکشم. اینجا آیتمی نیست ولی جلوتر کرس اف بون گراس اینجا داریم به اضافه خود وپن همینه که بهش میگیم پیکاکس، یا نه پیکاکس اینجاست که در واقع بعدش داشتم من. خب دوباره یه دونه از همون توپولیا هستن اونجا که بهتون اتک میده به جلوش. من اینجا میام بالا، یه دونه آیتم اینجا، این آیتم رو برمیدارم. اگر تیر کمون تیرش دوا تیر داشتش تیر کمونتون بالا، چون الان فکر کنم آره 5 تا داره، میتونید به اینا دمیج بیشتر بزنی، دوا به این شخصیت بیشتر. حالا اوه به من دمیج میزنی؟ خب خیلی الان از جونش خیلی نمونده. کاری که من باید بکنم اینه که بیام و بوده بوده از روی این پله رد بشم. اگر من بوده بوده بیام این پله شروع میکنه ریختن، خب ولی اگر از سمت چپش شروع کنم بوده بوده حرکت کردن، این پله با اینکه میریزه ولی اجازه میده که ما از بغلش حرکت بکنیم. تا اون یارو ما رو ندیده درست، من بودو بودو از سمت چپ اینجا افتادم، اب نداره، بعدش حالا سمت اونم میه. بزنیم حالا تموم اومدم اینجا، فعلا آیتم های مربوط به این قسمت رو بردارم. یه آیتم اینجا بزمجم که میبینید اون بالاست، یه آیتم داشتم الان میزدمش. خب یه دونه از این کیسه ای ها رو میبینین، آیتمش رو برمیده. او بلند شد، خجالت هم خوب چیز تا هم بس. اینجا هم یکیشون که این میخواستم وسطی ها رو بزنم راستی ها بود اب ندر آرن ناکلز. خب تا اینجا که حالا اومدین این دستگیره رو بکشین، یه کاتسین واسه تون تریگر میشه که در این بالا واسه تون باز میشه. اوکی و میام جلو. این دوتا که آیتم خاصی هم ندارن، میام این سمت. این خب طبیعتاً انمی هست، باید نمو کشینش حتما. چجوری این یارو اومد توی تیر رسه من؟ نشمام او نداره. نام اینجا اینجا هم آها یکی دوتا هم اینجا هست، اینجا میکشم. خب آیتم ها این سمت هم برداشتم. آنون واریور سول و دوباره میام بالا. واسه اینکه اون توپولیه رو بکشمش. نه این توپول خان این دیسنگیجه، خیلی با اون کاری نداره.
بودو بودو میام و ضربه آخر رو اینجا بهش میزن. و اینجا ببینیم بچه ها، اینجا به من تیکه گلاوزشو تازه داد، یعنی دستکششو تازه به من داد. این دستکشه بعدن تیکه تیکه ها مثل حالا چکمش، بعد نمیدونم مثلا آرمورش، کلاهش، اینا رو بهتون میده توی تیکه های مختلف بازی و با کامل کردنشون یک تروفی خیلی مهم و یکی دوتا منطقه خیلی مهم واسه تون باز میشه که حالا به موقعش بهش میرسیم، اون توضیحاتش به اون واسه اواخر بازی. خب میام اینجا، اینا رو میتونیم خیلی راحت بکشیم، سخت نیستن اصلا. و بعد حرکت بکنیم اون سمت، مسیر اصلیمون خواهد بود، منتها الان بهش دسترسی نداریم. میام بالا، اصلا واسه پروگرس کردن تو جریان بازی عجله نکنید. خب هفون گراس برمیدارم دوتا، میتونیم بیاین اینجا، آیتم های خاصی اینجا البته نیست ولی اگر خواستید میتونید اینجا رو بیاین. روی لاک میکنم، میام کوچولو جارو تا دقیقا زیرش قرار بگیرم و این بپره پایین. بعد شروع میکنم خوشترش، این خیلی هم دمیج خاصی اینا نمیدن. اینجا هم که زدین یه دونه اکسیر و یه دونه دراگن ستون شارد میگیرید. الکسیر بزن کار کرش رو بهتون نشون بدم، اینا recover stamina faster temporarily. نقش در واقع آیتم های سبزرنگ، گیاه های سبزرنگی رو داره که تو دارک سولز یک استفاده میکردین، ولی اینجا اسمش در واقع الکسیر. خب عجله نکنیم واسه کشتن دشمناتون، راحت میشه از اختشون در اومد، اینجا انمی سختی نیستن. وقتی کشتینشون به جنگی برین سمت چپ، اینجا رو خراب میکنین. هرکی اینجا میبینید بکشین، به خصوص اینا رو. آها آها، من چون نمیتونم، خدا شکر 170 تا اتک زدم تا مرد، چجوری هیچ کدومش نمیخور. خلق و اینجاست که کلی متریال گیرتون میاد، اینجاست که میفهمین چرا گفتم از اون آیتم فروش هیچ آیتمی نخرید، چون میبینید اینجا چقدر بهتون میتونه آیتم بده. اون ور در واقع جاییه که سمتتون سنگ و اینا پرتاب میکردم و اون راهیه که اول این اپیزود اومدیم. پس با توجه به این یه جوره میتونم بگم ما بالای اونجایی هستیم که اول بازی، نه اون دیارو آیتم فروشم پایینه، در واقع دقیقا میشه گفت بالای این نقطه هستیم. من الان اینجا رو اکتیو میکنم و این شورتکات میشه. چجوری میفهمیم که شورتکاته؟ من اینجا میپرم پایین، بعد میپرم چپ، یه آیتم اینجا رو اول برمیدارم و بعد بهتون میگم چرا. میام پایین تر، وای میستم ببینیم که چی میشه. اول که میرسم به این پایین و به این بلک اسمیت اینجا میرسم، منتها قبلش یه دونه آیتم بر میدارم که رینان هیرو سول باشه. بعد میتونم بیام با این یارو شروع کنم حرف زدن. این آقایی که اینجاست، اینم بلک اسمیت، منتها فرق این آدم با اون یکی بلک اسمیت اینه که این وپنایی که مادیفای شده و میتونین شما لول اپشون بکنین، مثل همین کرسن فالچیون رو، این آدم میتونه واسه تون لول اپ کنه. ببینین کاری که این داره میکنه، خب اولا که اصلا به حالت فالچیون رو درش نمیاد، بزنین کرسنت بمونه، متریالاشو رو بعدن میگیرید. این کرسن فالچیون به هیچ عنوان توی اون سمت توی نکسوس امکان آپگرید نداره، همینطور کراشینگ باتل اکس و اینجور چیزا. شما اینا رو حواستون باشه، ببین الان مثلا این باتل اکس میشه، این کراشینگ باتل اکس میشه، فعلا اینا رو لول اپ نکنید. ولی خواستم بدونین که اینجا جاییه که میتونیم
کلی چیز لول اپ بکنید. اینجا من کامپاوند بو خودم رو میتونم بازم لول اپ کنم، متریالاشو چون دارم تا لول 5 آوردم، تا لول 6 هم میتونستم بیارمش که آوردمش. دیگه لول 7 فعلا نمیتونم ببرمش. لارج هارد استون چانگ شارد میخواد که من 4 تا میخواد، من یه دونه دارم. علاوه بر این نه دیگه، این دیگه چیز دیگه ای نداره، اصلا هیچ آیتمی هم واسه فروش نداره. حالا کاری که من میکنم، میتونم با توجه به سولایی که تا الان جمع کردم، مثل اینا این سولا رو الان بتره کنم و بعدش برم کجا؟ برم نکسوس، یعنی لیول اپ نکنم، برم نکسوس و کلی تیر بخرم واسه کمان خودم که الان لول 6 شده و مثل چی میتونه دمیج بزنه. واسه هم میام پیش این یکی بلک اسمیته، خب بلک اسمیت بولدوین و بلک اسمیت اده، این بولدوینه اون یکی اده. میام اینجا و توی اروهاش میتونم قشنگ تا میتونم ارو بخرم، اصلا هم نترسیم. 4000 تا سول رو هیچ ایرادی نداره، اون چیزی که زیاد میتونین جمع کنین سول. پس با تجربه چنین چیزی برمیگردم میام اینجا. خب من این رو هم فقط ارام رو اینجا جاسازی کنم. این ارام منه که اگر بخوام دیگه باش میتونم قشنگ ملت رو بزنم پاره کنم قشنگ. خب میام اینجا و اونجایی که بازیم رو یه دونه شورتکات درست کردم که مسیر واسم باز شده و میتونم ادامه راهم رو برم. فقط یه چند تا انمی اینجا اسپان شدن که همین الان کارشون رو میسازم. نه کشتیم. رفیقمونم میکشیم و اینم میکشیم و اینم میکشیم. خیلی خوب، حالا میریم تو. بچه اینجا حتما حتما شیلدتون رو بالا بگیرین، چون به محض اینکه میایین تو سمت چپتون یه انمی اینطوری میکوبه. حواستون پس باش. آیتمش رو برمیدارم. شارستون شارد این هم کاریمون ندارن، این هم کاریمون ندارن. این ولی چرمه، تربیت نداره. خب میام آیتم این برم برمیدم. لارج هارد استون شارد که گفتیم این به دردمون میخوره. بچه یه چیزی که بهتون باید بگم، اینجا رو نرم حرکت نکنید، فقط بدوین، به خاطر اینکه زیرتون خراب میشه. خب یه سری هم میگن که خب اینجا رو میتونی آروم آروم حرکت کنی. من خودم شخصا این کار رو امتحان نکرد، ولی اگر فکر کرد که میشه بتونید به من بعدا تو کامنت ها بگین که میتونیم بارا رفتن همین یه دیگر رد کنیم. اوکی میام بالا. بچه ببینید اینجا کلی لاوا و مواد مذاب و این هست. ما هدفمون اینه که اینجا رو خالی کنیم، چون هدفمون جلوتر توی این مسیره. میام جلو و یو رد میکنیم، میرسم به اینجا. ببینید بچه اینجا یه دونه، میبینید یه دونه از این کریستال لیزارد هن. من میتونم همین الان کریستال لیزارد رو بزنم، میتونم هم سب کنم بعدم بزنمش، که بهتون پیشنهاد میکنم بعدن بیاین سمت این. به جاش میام بالا. حالا میفهمین چرا اون سمت الان نمیرم. اول میام اینجا یه دونه آیتم برمیدارم، کرسنت مون گراس رو برمیدارم و بعد میپرم پایین. اینجا هم آنون هیرو سول و زیر پام دوباره آیتم ستیل شیلد. ستیل شیلد هم شیلد بدی نیست، فقط فرقش اینه که دو برابر وزن شیلد خودم وزنشه و شاید همین خودش باعث بشه که به دردتون خیلی نخوره این شیلد. خب اینا رو که میبینین دارم اینجا میکشم،
به خاطر اینکه همه اینا اینجا وایساده بودن و میتونستن منو از بین ببرن. حالا زمانی که اینا رو میکشیم دیگه الان فرصت میشه که این رفیقمون رو حالش رو چا بیاریم و دیگه که موندن رو دیگه بزن. این در واقع سیف ترین کاریه که میشد انجام داد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما از زمانی که از اینجا میمدیم بیرون مستقیم میخواستید بیاید اینجا، به سمتتون یه سری تخت سنگ پرتاب میشد که میتونست باعث بشه که نه به این کریستال لیزارده برسین و نه چی؟ و نه اینکه بتونین با خیال راحت و اینکه دمج در واقع زیاد میخوردین و اون دمج خوردنه چیزی نبود که شما به نفعتون باشه. خب میام اینجا یه دونه تیر به این دوستمون میزنم، یه دونه تیرم به اون دوستم. اون که وقتی میفته پایین میفته توی باگ و دیگه نمیتونه بیادش بالا. این رو اینجا میکشم، بعد با تیر کمون رو میبینی چند قدیه دیگه میزنیم قشن جیر میده همه رو. اینجا ملستون شارد سمت چپ بلا فاصله یه دونه لیزارد دیگه است. میبینیم اینجا افتاده، این رو هم که کشتین مواظب باشین چون احتمالا اینجا یه سری سگ بیان جلوتون، اگر اومدن پنیک نکنین اصلا. خب این رو میکشم، این رو هم میکشم و تونم الان دیگه چیزو بردارم. شارد اینجا رو برمیدارم. اینجا الان یه سری سگ میان، شیلدتون بالا باشه. الان شانس هم الان نیومدن اینجا ولی این زیر هستن. ببینید این زیر سمی شیلدتون رو بالا نگه دارین. چی جوری داشت میومد تو؟ خب حالا تا نیومده اچارپنینگ ستون رو برمیدارین. اگر در طول بازی دیورابیلیتی آیتماتون احساس کنید داره زیادی کم میشه و دسترسی نمیخواستین داشته باشین به نکسوس و اینجور چیزا که ریپیر آیتم بخواییم بکنین، ایت شارپنینگ ستونی که اینجا برداشتم این آیتم میتونه بهتون کمک بکنه که دیورابیلیتی وپنی که تو دستتونه رو بتونید برگردونید. اینجا هم دوباره هفمون گراس یه دونه به هم میده. اگه بخواین اینجا میتونید دشمنتون رو با تیر کمون اینطوری بزنید، اگر هم نه میتونید مستقیم اینطور بیاید تو قلبشون رو دمیج بزنید. اینا دیگه به عهده خودتونه. اینجا هم یه نفریه که کیسه داره پس طبیعتاً بهتره که بکشیمش و این برم یه دونه آیتم خیلی دوست داشتنیه به اسم Unknown Hero Soul. بازم ببینید کلی آیتم ببینم اینو میتونم پری کنم. ببینم ریدم دوباره بل اوت. و بعدش اینجا این دستگیره رو میکشم تا یک کاتسین اکتیو بشه و به واسطه این کاتسین کلی آب میریزه توی اون لاواهایی که یا اون مواد موذابی که اونجا بودن و همه اون مسیر رو واسه مون باز میکنه. ببین الان این سمتی که پر بود از مواد موذاب انقدر روش آب ریخته میشه که کلن خاموش میشه اینجا. اوکی اینجا رو میام بالا و میبینید اینجایی که الان تا الان بسته بود الان باز شد. میام اینجا پایین یه دونه رینگ، اینجا رینگ پویزن رزیستنس واسه تروفیتون نیاز دارید به این رینگ. دوتا هم اینجا آیتم میبینید، لاش شارپ ستون شارد و گراس. دوباره این دفعه هفتمون گراسه و بعد میان بالا. اینجا هیچ انمی نیست، خیالتون راحت. اما ته اینجا این پایین نیازه که با تیر کمونتون این دشمن توپولیه رو بکشین.
خیلی جلو نرین، خودتون الان میفهمین چرا، به خاطر اینکه این با این آتیشی که میزنه کل این بشکه ها رو آتیش میکشه. خب مثلا شما با خیال راحت از دور با تیر کمانتون رو بزنین تا بمیره. اوکی، اون چیزی که زیاد برداشتیم تیره. و اینجا هم شلوارش رو در واقع بهمون میده، شلوار همون آفیشیال که گفتم واسه یکی از تروفیاتون به دردتون میخوره. و Stone of Ephemeral Eyes که برای حالت هیومن شدنمون به دردمون میخوره، که اینو توی یه سری از وردها حتما استفاده میکنیم واسه اون دارک تندنسی بعدن به دردمون خواهد خورد. این رفیقمون رو الان میپره پایین که میتونیم دو تا ضربه اینجا کارشو تموم کنیم. میام جلوتر و یه وپنی هم اینجاست به اسم کریس بلید که زیاد دیدم هم بچه های دکس استفاده میکنن ازش، دکستریتی، و هم بچه هایی که ماجیک بیلدن خیلی از این کریس بلید استفاده میکنن. بعد میام اینجا یه آیتم هم این سمت دارم که سپایدر استون شارد باشه، و وقتی که میایم پایین از اینجا میایم تو اریای باس فایت. خیلی خب، میام پایین. قبل از اینکه برام تو باس فایت، سمت چپ آیتم دارم با خیال راحت آیتم رو برمیدارم، سپایدر استون چانک، و بعد میتونم برم توی باس فایت. بچه این باس فایت آرمور سپایدره، باس سختی نیست به خصوص واسه بیلدی که ما بخوایم ببندیم. به چند شکل میتونیم بکنیم، هم با تیر کمون انقدر میتونید از دور بزنید که بمیره، کاری نداره، و همین که میتونید به سمتش برید و از نزدیک باش فایت کنید. من یک بخشی از هلتش رو از دور میزنم که ببینید میتونید به چه شکلی باش فایت بکنید، یه بخشی رو هم از طریق همین شمشیر میزنمش. من خودم با شمشیر خیلی راحت تر باش فایت میکنم، ولی اگه میخواین خیلی خیلی دیگه زیادی با خیال راحت فایت کنید با تیر کمون از دور بزنیدش. پس من اول با تیر کمون میرم توی فایت. این از دور آیتم شلیک میکنه به هم. ببینین الان وقتی تیر زدم دیدین به سمتم شلیک میکنه. ببینین 40 تا 43 4 تا دمیج در واقع زد. بعد ببینین این ضربه که میزنه شما رو خیلی نمیذاره حرکت بکنیم، با تارا شما رو میبنده یه جورایی، ولی بعد از یه چند ثانیه باز میشه این تارا واسهتون. دوباره من مثلا میتونم به سمتش اینطوری بزنم دمیج بکنم. این خیلی کار سختی نیست. خب این شکل خیلی خیلی مطمئن فایت کردن با این باس فایته، و خب از این ضربات از ضرباتش هم باید جا خالی بدین، و همین رو انقدر انجام میدین که این باس فایت در واقع میبینه خیلی راحت. راه دیگه حالا چیه؟ راه دیگه اینه که شما بیاین جلو با شیلد بالا و این دمجاشو رد کنین و برسین بهش و شیلدتون رو کلن بالا نگه دارید. یهو اینجا شروع میکنه بدنش لرزیدن. ببینین اینا وقتی میلرزه اون وسط وایسید و شروع کنین 3-4 تا بهش اتک بدین. بعد بیاین عقب، شیلد بالا نگه دارید، چون شیلدتون 100% بلاکه دمیج نمیده. تنها چیزی که باید رعایت کنین تو این حالت چیه؟ اینه که این باس یه دمیجی داره که اینا ببینین شروع میکنه اینجا رو آتیش میزنه و فقط باید فرار کنه. هیچ کار دیگه نه. کل توضیح باس فایت همینه. یعنی هیچ سختی قرار نیست شما رو تهدید بکنه. بعد دوباره همین کار رو دوباره انجام. فقط مواظب باشین این ضربات رو میتونین ستایی چون میزنه باید مراقب باشین. دوباره من شیلدم بالا میگیرم، میام جلو، شیلد بالا، معمولا رو سومیه میلرزه و میخوره زنگ و
سه چهار تا اتک خیلی سنگین بهش زد. شیلدم تا وقتی بالا باشه چون 100% بلاک هم کاری نمیتونه بکنه. کاملا بلاک و دوباره میره که با چیز بزنه با آتیشش اینجا را اتک بده. وای میسیم و دوباره میریم جلو. همین روند رو انقدر تکرار میکنیم تا باز بمیره دیگه. من اینجا میام شیلم بالا اصلا هم نترسیم. شیلتون درسته که آتیش رو 100% بلاک نمیکنه ولی خیلی راحت و درصد خیلی خیلی زیادی فایر بلاک میشه و یعنی با خیال راحت میتونیم تا میخوره بهش دمیج بدیم. این روند رو انقدر تکرار کنیم که بمیره دیگه. باز بکنیم میام نداره واسه تون. اگر هم بیل مجیک بازی بکنیم این گوشه واسه تون جای خوبیه واسه اینکه بخواهیم باز رو بهش اتک بدیم. اینجا رو میکنم من آتیش میدم. یو تو نسی تا اینجا بیم. اومد برو بریم. این سه تایی هاشو موازد باشم و میان جلو دوباره شیل بالا میکنم. این گفتم فقط این وسط باید وایسید چون اگر اون ضربه رو بخواد بزنه اگه کل اون دستاش بخوره بهتون میتونه راحت وانشاتتون کنه. باز کشتیم. خیلی خب اینم از اریای اول لند دوم. اینجا یه دونه آیتم بهمون میده بعدم میام اینجا و این آیتم رو برمیدارم. زمانی که شما بونفایر خود باس رو دست میزنید سول باس بهتون داده میشه. ببینید الان دست میزنم و سول باس به هم داده میشه و من پامشم میرم نکسوس. این سول حواستون باشه این یکی از مهمترین سول های شما توی بازیه. با این سول کار داریم بعدا واسه دو تا از ماجیکا به دردمون میخوره. من میام اینجا و سول باس رو در جا میذارم سر جاش. این آیتم رو هم میذارم و سنگام رو هم همه رو برمیدارم میذارم سر جاش. همه رو میذارم اصلا هم نترسین. این آیتم رو میذارم. من بتل اکس شخصا به دردم نمیخوره واسه همین استفادهش نمیکنم. اما کریس بلید هم میذارم. شیلد استیل شیلد به دردم نمیخوره. بعد میام اینجا این آیتم رو تلیزمن آف گاد رو فعلا کار دارم باش بعدن بهتون میگم چرا. بولت به دردم نمیخوره میذارم سر جاش. این سه تا خیلی دوست دارم بلو آی نایت ولی فعلا میذارم سر جاش. آفیشیال بعدن به دردم قراره بخوره فعلا میذارم سر جاش. آفیشیال لگینگ دوباره همینطور و الان فعلا این ورکارم تمام. از ضمن اینکه اینجا یه چند تا آیتم اضافی برداشتم که میتونم اینا رو هم بذارم توی باکسم. نه اینا رو هم میذارم. وقتشه که سول هایی رو که دارم به جز سول باس رو استفاده کنم و با توجه به چیزایی که دارم برم واسه لول اپ. اینجا هم که میبینین که آستراوا هم اومده اینجا وایستاده. یه اینجا فعلا میشینه تا تقریبا اواخر بازی. خب میدن این بلک رو پیدا میکنیم و میریم باهاش لول اپ رو انجام میدیم. لول هایی که من جفتشو به وایتالیتیم دارم میدم. و بعد دوباره میام اینجا ریپیر میکنم و شاید باورتون نشه اما باز هم دوستم ارو بخرم. من تا اول یه نگاه میندازم ببینم که واسه یه آپگرید میتونم کامپاندم رو لول اپ کنم که نه فعلا نمیتونم. واسه همین میام
ارو میخرم دوباره. و به عنوان آخرین کاری که توی این اپیزود بعد انجام بدیم چیه؟ از اونجایی که جونم کامل پر شده برمیگردم و خودم رو یک بار دیگه میکشم. به همین قشنگی و اگر سولی داشتید، حالا من 19 تا سول دارم، خیلی چیز خاصی نیست، اگر سولی هم داشتید بینید سولتون رو برمیدارید و برمیگردید واسه ادامه را. من واسه اپیزود بعدی قراره که برم سراغ ورد سوم، منتها قبل از ورد سوم یه سری توضیحات راجع به ورد اول بهتون میخوام بدم که کارتون خیلی خیلی راحت تر قراره بشه تو ورده وردهای دیگه وقتی که این کاری که تو ورد اول قراره انجام بدیم رو بهتون توضیح بدم. پس اپیزود بعدی رو از دست ندید، حسابی کار داریم اونجا، قراره باهاتون صحبت کنم راجع به اتفاقای خوبی که قراره توی روند وایت تندنسی ورد اول و در ادامه شروع ورد سوم میفته. با من همراه باشین تا اپیزود بعد. خدا نگهدار.